نوید نگهبان بازیگر شناخته شده ایرانی آمریکایی در یک سریال تلویزیونی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران بازی می‌کند. بودجه این سریال از طرف شبکه تلویزیون دولتی اسرائیل تأمین شده. علاوه بر نوید نگهبان، شانتوب دیگر بازیگر ایرانی آمریکایی هم در این سریال نقش دارد. شانتوب چند سال پیش در فیلم مرد آهنی 3 نقش بازی کرد. آقای نگهبان با پروژه‌های متعددی همکاری داره. او در این اواخر در فیلم علاءالدین دیده شد و همینطور قبل از آن در فیلم 12 جنگاور در نقش ژنرال دوستم که به تحولات افغانستان می‌پرداخت. نوید نگهبان الان اینجا در استودیو با ماست. از این سری جدید بگید که داره تولید میشه به اسم تهران فکر میکنم و یک شبکه اسرائیلی هم سرمایه گذارشه و در ایران خیلی رسانه‌ها بهش پرداختن. اول از همه سلام به تمام بینندگان عزیز، خیلی خوشحالم که اینجا هستم. سریال تهران یه سریال سپای تریلر سسپنسفول، ولی داستان زندگی یک دختر ایرانی تبار هستش که توی اسرائیل بزرگ شده و برمیگرده میره ایران و تو این مسیر عشقشو به ایران و عشقشو به یک جوان ایرانی پیدا میکنه. از فیلمنامه‌اش خیلی خوش آمده، فیلمنامه خیلی جالبی هست، شخصیت‌های خیلی پررنگی داره، شخصیت‌ها لایرهای مختلف دارن و فقط بیشتر نمیتونم برای توضیح بدم متاسفانه. باید صبر بکنیم و ببینیم چه در مراحل بسیار ابتدایی ما درک میکنیم. خب البته خیلی هم پرکار بودید شما. فیلم هایی که شما برایشون نقش بازی میکنید خیلی وقتا فیلم های سیاسیه. نقش شما در سریال هوملند خب بسیار بیادماندنی بوده. تحولات سیاسی ایران رو امروز این روزها چطور دنبال میکنید؟ چه نگاهی دارید؟ موقعی که این اتفاقات شروع شد من یونان بودم و بیشتر فقط از طریق پیغامایی که دوستا از ایران واسه من میفرستادن، نتفلیکس و اخباری که در بهش دسترسی داشتم من راجبش اطلاع پیدا کردم. متاسفم واسه تمام دوستایی که جون خودشون از دست دادن تو این وسط و متاسفم که دولت ما، رهبرای ما، رئیس جمهور ما حتی اجازه داد که با مردم ما به این صورت رفتار بشه. من خودم به شخصه فکر میکنم که ببین دولت باید برای مردم، برای رفاه مردم کار بکنه، نه رفاه برای دولت، نه مردم برای رفاه دولت. و متاسفانه یه چیزی این وسط چه میدونم فکر میکنم گمگور شده. یادم میاد موقع که اگه زیاد حرف میزنم به من بگو ساکت باشم. یادم میاد موقع که دبیرستان میرفتم که کتاب نهج البلاغه رو باید میخوندم. بعد یه پسش هستش که حضرت علی تو کتاب نهج البلاغه نوشته که اگر یک حکومت اسلامی درش مردمش بهشون صدمه وارد میشه و احساس ذلیل بودن دارن، به این دلیله که به سه دلیل میتونه باشه. یکی این که یا قوانین اسلامی رو حکومت دقیقا درست نفهمیده که چجوری باید انجام بده. دلیل دومش میتونه این باشه که زیر دستان کسایی هستن که از این وسط دارن میدوزن، شارلاتان هستن. و دلیل سومش میتونه این باشه که شاید رهبر واقعا اونجوری که باید، شاید اون قدرتی که باید شاید نداره که مردمش اینجوری در رفاه نیستن. و این تعبیر جالبیه. و این تو نهج البلاغه هستش، این سخنان حضرت علی هستش. و من چیزی که فکر میکنم اینه که واقعا چطور میتونیم حضرت علی و تمام امامایی که ما داشتیم تمامشون سعی کردن با کمترین چیزی که دارن زندگی بکنن. حضرت علی غذای خودشو میبرد میذاشت پشت در خونه مردم دیگرون، مردم که بتونن اونا، مردم بی بضاعت که غذا داشته باشن. چطوری رهبرای ما و دولت ما واقعا
خونه های آنچنانی، ماشین های آنچنانی، فضا و باغ و اینجور چیزا، و مردم ما واقعا واسه یه دونه مرغ موندن. چرا ما این همه امکانات داریم، این همه کشور اینقدر ثروت داره، ولی هنوز که هنوز مردم ما، من از یونان برگشتم و اونجا تمام بچه های پناهنده رو من دیدم و واقعا دل من به درد آمد که بچه های ما تو پارک میخوابن. بسیار خوب. خب برگردیم به دنیای هنر. این روزا خیلی فعالی و من میدونم که با پروژه های متعددی کار میکنی، غیر از البته پروژه تهران که گفتی نمیخوای دربارش صحبت بکنی، کمی در مورد اونها بگو. چند تا پروژه هستش که الان دارم روش این کار میکنم. یکی هستش Cash for Gold که یه فیلم کوتاه بود که ما درست کردیم، و این فیلم بین 2500 تا فیلم از طریق NBC Universal توی برنامه دایورسیتیشون اکران شدش که الان اون فیلم رو اموس حسن یه پرودوسری هستش که الان داره واسه همون تولید میکنه. یه پروژه دیگه هستش به اسم Asher's Command که یک بر مبنای یک نمایشنامه هستش که من سال 2004 این نمایشنامه رو کارگردانی کردم و الان دارم تبدیلش میکنم به یه شو تلویزیونی راجع به اتفاقاتی که توی دهه 80 توی وست بانک افتاده و داستان یک مرد عرب هستش که حکم پدر رو پیدا میکنه واسه یک جوون یهودی که بعدا اون جوون یهودی کماندر وست بانک میشه، یعنی میشه فرمانده کرانه غربی. آره، فرمانده در اراضی فلسطین. دقیقاً. و چجوری رابطه اینا از بین میره و میشکنه به خاطر پلیتیکی که وجود داره اونجا، و این بر مبنای اتفاقات واقعیه که اونجا افتاده. نویسنده‌ای بوده که رفته همه اینا رو باشون مصاحبه کرده و من واقعا این واسه من خیلی جالب بود که چطور اگه ما همه این اسم و نسب و رسم و مملکت رو همه رو بذاریم کنار، درونمون چقدر هممون با همدیگه شبیهیم و اون عشق علاقه وجود داره. به قول شما هالیوودا، واو، چقدر میکنید. خیلی ممنون، وقتمون خیلی کمه، وقتمون تموم شد همینجا، ولی در یک برنامه دیگه، در یک فرصت دیگه حتما بیشتر صحبت خواهیم کرد. انشالله جمع شد، فردا بشم، قربانتون. خیلی ممنون، مشکرتم. من ممنونم از شما بیننده هایی که برنامه 60 دقیقه رو تا آخر